آثار استاد به نام آثار مرادخانی واقع در افغانستان در کابل زیارتگاهی هست که نقاشی شده بازار بسیار قدیمی کهن از معاصر نقاشی شده سبک تابلو باز هم امپرسیونیست هست اینکه استاد کلا امپرسیونیست کار بوده بخشی از اکسپرسیونیست و انتزاعی و ریالیست هم در نقاشیش هست راجع به مایت این تابلو اونجا هست که یک قهوه‌خانه هست و پیرمردی هست نشسته که استفاده از چای میخواد کنه و هم بسیار تابلو با قدرت و با ظرافت و با رنگ‌های بسیار شاد و خوب سایبان انجام شده و همچنین دوی قسمت ها که شخص نشسته رنگ‌های دلنشین و بسیار جذاب و خوب و قسمت ساختمان و قسمت طبقه دوم باز هم چوب ها و هم آثار کهن استاد کلن آثار کهن نقاشی میکرده و سعی داشته که 200 سال، 100 سال، 150 سال قبل نقاشی رو نقاشیش هست و این خانه بسیار قدیمی به ظاهرن یک منبر هست از زیارتگاه بوده که اینجا نقاشی بوده البته چنین تاثیر الهام میتونه باشه نه که به واقعیت رو سبک رئالیسم باشه و اینجا هم یک شخص نشسته به اومده هست یک شخص به حال رفتن به زیارتگاه هست یک خانم میره در اینجا هم یک مرد با یک دوزن به یک مرد در حال آمدن هست نورهای آفتاب در اینجا رویت میشه تاریکی های قسمت های اشخاصی که عبور میکنن در اینجا رویت میشه این تاریکی زن هوایی آقا تو این قسمت ها احساس میشه باز هم رنگ ها بسیار به حالت خاص نه با ظرافت که بسیار دقیق شد نقاش با یک قلم با سرعت رنگ ها روی اون ایجاد تصویر شد و انسان یا هر شی که دوست داشته نقاش انجام میده این خانه هم باز پرسپکتیو خانه به این قسمت بسیار منظم با خصوص به قسمت وقتی ما مستقیم از یک جای یک چیز فیزیکی رو نگاه میکنیم در اون قسمت بسیار رعایت شده قسمت فیزیکی یک ساختمان پرسپکتیو اونجا بسیار دیزاین مرتب هست چون نقطه ترصد نقاش این بوده که به یک نقطه میده از اونجا از اون مسیر نقاشی کرده اینجا هم نقطه روبرو هست که باز دورتر هست نقاشی ها که مادتر به اینجا هم یک ظاهراً این قسمت به این قسمت در قدیم بین یک کوچه سعی میکردن این نقطه به هم متصل بکنن که هم از در استقامت زیاد بشه و هم بتونه عبور بکنن ظاهراً چنین چیزی اینجا قدیم بوده افکاری در داخل کوچه میرن به حتی این خانه که اینجا مشخص بشه با یک برس بسیار کوچیک چنین تصویر ایجاد شده و حتی سایه رو مشخص هست که داره این شخصی بود میکنه اینها هم میرن سایه ها و این هم یک تصویر بسیار حالا چرا این شخص رنگ تیره نیست بازی نیست در خیلی استابلو های استاد این شکل که نقطه ترسده به یک نقطه میره همه رو نقاشی ها رو افراد رو نمیره به شکلی که بتونه همه رو بسیار خوش رنگ خوب و روشن بکشه برای که تابلو میشه هرج مرج وقتی تابلو هرج مرج شد شخص نمیتونه او چیزی که دوست داره ببینه ناچاره به اجبار به تمام جای تابلو نگاه کنه وقتی به تمام جای تابلو نگاه کرد یک تابلو اگه بین اون تابلو صد تا انسان رو یک شخص ببینه نمیتونه یک تابلو اثر خوب باشه نمیشه گفت یکی باید اثر یک نقطه رو مفهوم داشته باشه تابلو خب در دیر تابلو مفهوم روشنی به اساس است که این قسمت زیارت آورده زیارت با به مجرد ما اول چشم رو برمیدار روی تابلو میبینیم تو این قسمت رویت میشه بینیم نور امپرسیونیستی خورده و اینها رو فهمونده جاهای خاصی رو یا سماور اینها رو یا که میخواد یه خانم رو نشون بده اولین اتفاق میفته رنگ خوش رنگ رو میزنه که ما بتونیم اونجا رو نگاه بکنیم و این قسمت تابلو رو سعی کرده تقاش جلو توجه آخر بیننده حدود جلو توجه آخر بیننده قرار بده این تابلو هم یک از تابلوهای سراغ قلمی و تابلو خود استاد هست